همراهان بافتنی قشنگ سلام، میل بافی قشنگه و اینکه خب عزیزانی که میل بافی بلدن قلاب بافی برشون سخته، مخصوصا بافت لیف و دوست دارن که لیف هم ببافم و من این بار با دو میل لیف بافتم. خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است. یه مستطیله که این قسمت درسش رو دوخت. بریم با هم ببافیم. اول بگم که با کانوای ایرانی میامی و یوموش بافتم. حالا شما میتونید از هر کانوای دیگه ای که دوست دارید استفاده کنید، فقط این قسمت یوموش باشه که خودشون نشون بده. اگر که یوموش نیست یه رنگ متفاوت باشه. روی دو میل باید ببافید. من چون که الان خونه مامانم هستم و میلامو نیوردم، ابزارامو نیوردم، این میل کوتاه دسترسم هست، روش سر میذارم. دفعه قبل که لیف دو میل بافتم با 40 تا دونه سر انداختم و بافتم، همه گفتید که چقدر کوچیک شده. دست من کوچیکه، من به سایز دست خودم بافتم، شما سایز دستتون اگه بزرگتر هستش تعداد دونه بیشتری سر بگیرید. این بار 50 تا گرفتم، واقعا این لیف برام بزرگ شده. ولی خب دیگه چون شما گفته بودید حالا این بار به این صورت گفتم. برای نمونه من 16 تا دونه سر میگیرم. خب این 16 تا رو سرش باید ساده ببافیم. ساده بافی به این صورت است که رش هایی که پشت باف هستش رو میبافیم، رش های روی بافت رو زیر میبافیم. انتهای نخ رو گره زدیم. من رنگ رو عوض کردم چون دیده نمیشد روی زمین. گفتم که پشت بافت وقتی هستیم دانه ها رو رو می بافیم به این شکل. روی بافت زیر می بافیم. دانه اول نبافته زیر می بافیم. این رج رو تا انتها می بافیم. دوباره رج برگشت رو می بافیم. میرسیم به انتهای رج برگشت. هر رجی که میخواییم رج بعدی رنگ عوض کنیم، دونه آخر رو نبافته به میل میگیریم. اینجا الان میان نخ یوموش رو گره میزنم و دو رج با این رنگ میبافم و باز هم تکرار میکنم. من برای نمونه 16 تا دانه سر انداختم، شما باید 50 تا دونه سر بندازید. و استثناءً رجی که رنگ عوض میشه دانه اول زیر بافته میشه و ما بقیه دونه ها رو رو میبافیم. چرا؟ چون که پرسا برگرده به روی بافت. اگر زیر ببافیم پرسای نخ یوموش میره زیر. به این شکل رو میبافیم و رج برگشت زیر میبافیم. رج برگشت دانه اول نبافته، ما بقیه دونه ها رو همه رو زیر میبافیم که باعث میشه باز پورت ها بیفته روی بافت. باز به انتهای رج که رسیدم دونه آخر رو نبافته میگیرم. هیچ کدوم از نخ ها رو قطع نمی کنیم، یه فاصله میدیم و میکشیم بالا که بخوایم رج بعدی رو باهاش ببافیم. حالا اینجا روی بافت ببینید، این بار 6 رج ساده بافی بافتم، یعنی رج رفت روی بافت زیر دوباره برگشت رو، 3 بار بافتم که میشه 6 رج. دوباره این 2 رج که رو زیر هستش و اینو تکرار کردم به اندازه یک کف دست. در انتها باید رجی باشیم که یوموش رو بافته باشیم، یعنی همین رجی که الان من هستم. با همین رنگ باز دانه اول رو میبافیم. استثنا هم فقط رنگ عوض میشه. این رج تمام دونه ها رو زیر میبافیم که بافتمون تمیز و قشنگ در بیاد. از رج بعدی که رج برگشت هست کش باف میبافیم. الان رج برگشت بافت هستم، دانه اول نبافته زیر رو زیر.
به همین ترتیب تا انتها دونه ها رو می بافم و بعد دیگه تمام رش ها همین کش بافت رو ادامه میدم. حدودا 4 تا 5 سانت کش بافت رو ببافید و بعد تعداد دونه های هر چند تا که هست کور میشه. من یه دو رج ببافم بیام برای کور کردن. برای کور کردن من همیشه از قلاب کمک میگیرم. دانه اول رو نبافته میگیرم. دانه زیر رو روی قلاب میگیرم و بعد نخ میگیرم. مثل پای کوتاه میبافم. دانه رو رو نخ رو رو میارم. به این شکل. دوباره. زیر رو میگیرم. دانه رو رو میگیرم. نخ به پشت باف. از حلقه ای که داریم رد میکنم. به این شکل. پس هر دانه زیر کور میشه، دانه رو کور میشه. تا انتها دونه ها رو کور میکنیم و ما بقیه رو روی بافت اصلی بهتون میگم. و اگر که تکرار رج های من رو بخواید بدونید، بجز این سه رج اول و اولین یوموشی که بافتم، ما بقیه رو 7 رج بافتم، یعنی 7 تا 8 رج بافتم. لیف بافته شده به این صورت در میاد. خب حالا باید اینو دولا کنیم. از پشت دولا میکنیم و این قسمت درزی که هستش رو دور تا دور میبافیم تا به این گوشه برسیم و دیگه بافت ما تمام میشه.